خوب که بتونم هممونم بشینه اینجوری خوبه همینجا خوبه بشین بابا هر جایی جان سر و تن نداره گرده دیگه فرق نمیکنه بابا هر جایی که میدونی بشین بشین شما دیگه از اون ور این ور پر شد بفرمایید چوبه گردویه اینو؟ او جدا؟ نه اینو روسه خط داره اه؟ صندلی هاشون هم همه آهنیه آره آره آهن اصلا اشتهای آدم میگیره واقعا ولی میز چوبیه چوبیه؟ یک تیکه؟ این یک تیکه هست؟ آیاش چی؟ آیاش چی شد؟ آیاش آهنیه صنعت چوب اصلا مدی فکری به حالش کرد خوب ندار سلام علیکم سلام علیکم خیلی ممنونم خدمت از ماست بر یک شیشلیک لطفا من از کوچیکتر دیگه مابای جان دایی چی میکنی؟ من کباب کباب باش. دایی رو داشت. کباب میخوری شما؟ یک پرسم شیشلی. فربود خان. فربود خان. شیشلی؟ یک پرس شیشلی. یه پرس شیشلی. آخ جان. با سالاد با سس اضافه. همین رو زبدن. شبه مشکی فراموش هست. احسن خوش اومده ازه. موشی جان شما چی؟ من زشپاله با مرغ. زشپاله با مرغ. شما چی میخوری؟ دست درد نکنه داداش. جوجه کباب با استخون. یک پرس شیشلی. فقط موندین شما. من یه سالاد مخصوص با آب نه این که چیزه اینو چشم غذا چی میکنی؟ خب غذا می دیگه جدا؟ ایشون در هفته سه روز گیاهخوارم من که اصلا نمیتونم گیاهخوار باشم اصلا غذا یعنی گوش آفرین اتو بعد هم نیست آدم به سلامتی اهمیت بده دیدی یه سلامت باشه منم به احترام سلامتی من سالاد میخورم با آب تو که نگی چی بگیر؟ چی گفتی؟ هیچ خب آقا چی شد فقط؟ کوبیده دو پوز بله بله باستخان یک جونه بیه پوز بله دشکل و مور بله و سالاد مخصوص با آب دوتا بله ده پرسن شد احسن خوبه ده پرسن نه 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 آقا این تکرار میکرد این چیز نیست یه پرس شیشلیک برای آقا فربود یه تو نصفه میخوردی همیشه یه سلیک سلیک نصفه بذاریم برش قضا نیمونه دیگه بس لاغره نیمونه همیشه دیگه بله دست شما در نگه خیلی ممنون خیلی ممنونم متشکرم میز شماره یک میز 19 یک ببخش 119 نه 119 که زنگ میزنی ساعت میگه چیز این 190 چی به چی واسه سن آه پس شیشلیکا برای یک سالاد سمت 19 باربر سالاد 19 خیلی ممنون خیلی ممنون دست شما پیج چند تا فالوور داره سه کار من 4 کام برای تبلیغات با خودم 5 کای اون فروشگاه منم 10 کای رضا و مروارید من که ماشاءالله 12 تا کار 12 کار شما خیلی اهل فضای مجازی هستید نه آره خیلی ببخش نه یا نه الکی بود من خیلی اهل فضای مجازی نیستم نه اینکه مخالف خوشم هم یعنی یه جورایی بیشتر همه الان موافق فضای مجازی هم اصلا نمیشه من اگه شبا 10 دفعه صفم رو نگاه نکنم اصلا خوابم نمیبره منم کلی عکس و فیلم گذاشتم اصلا این روزا خیلی سخته که اهل فضای مجازی نباشی شما همه میشنیدی؟ بله بله میشه جان میشه خالی تالی که بازی میکنی یا؟ آره نه اصلا نمیشه اهل فضای مجازی نبود ولی میگم فضای واقعی جذاب چی اون ساکت شدیم؟ ما حرفم تموم شد داریم سالاد میخوریم نوشی جان داشتیم میگفتیم بله میدونیم
فیلم رو می‌دیدم که این فضای واقعی که آدم ها معاشرت میکنن. ساکیت شدیم یا؟ داریم سالات میخوریم، داریم سالات میخوریم، بفهم سالات یواش شده صحبت میکنم. من به نظرم باید همدیگر رو بپذیریم. هر علاقه ای که خوبی، جوری که هستیم واقعا این بهترین حالتشه که ما هر جوری هستیم. ساکت میشین یهو حرف میتونم دارم سالاد میخورم قسم میخورم آخه سالاد نمیخورم من نگاه میکردی حرفتون نصفه مخورم چی میگفتم اصلا یادم رفت راجب چی حرفی زدم اصلا راجب چی هم زدم چی میگفتم فضای مجازی علاقه دارم گفت من خیلی علاقه ندارم ایشون گفتم من اهل فضای مجازی هستم چه حرفون مسخره میزن قانون رو مدید بعد فکرم بگو کن شیشنیک سفارش بده مجده چیزی شده؟ دنشمالو بامبو خانه مزیاد خورده بابا جان ای بابا خواست خدا رو شد قبولا رو آوردن که باید میشم باید گشته نخورد آقا این خدمت شما غذا دست نخورده است خواهش من نوشی جان قربانش سلام چیکار خوبی کردی؟ قربانش سلامت باشید ببخشید دیگه نشد امشب که نشد با هم دیگه صحبت کنیم حالا اگه اجازه بدید من شماره تون امینا جان بگیرم تلفنی با هم دیگه صحبت کنیم بله حتما مشکلی ندارم اتفاقا بابا گفتن که اگه قضیتون جدیه یه قراری بذاریم برای آشنایی خانواده ها مینا جون فکر نمی کنیم برای خواستگاری یه مقدار زود باشه خواستگاری نگفتم قربونت برم برای همین آشنایی خانواده هم آشنایی خانواده هم بخشی از آشنایی دیگه بله دیگه خیلی مهمه که خانواده ها با هم آشنا بشن فکر می کنم مشکلی نباشه شاید اینطوری هم بهتر باشه فقط اجازه بدید من با مامان بابا صحبت بکنم بعد بهتون جواب میدم خیلی ممنون فقط قبلش ما یه قرار دو نفره بذاریم که حرفامو با هم بزنیم آفرین این خیلی خوبه بله فقط امشب که دیره فکر کنم تماس میگیرید دیگه آه تماس میام بله قرار میزنم بله خیلی ممنون شبتون بخیر شب شما به مامان بابا خیلی سلام برسید خدا نگهدارتون خدافظ فرهاد جان خدافظ 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 اگر غم نشکرم میزد که خونه آشغال ریزد سلام علیکم سلام خسته نباشی کجا بودی؟ اینجا بودم شما شعر میخونی داشتم گوش میکرد زنده باشی خب می بده می؟ در اندازی بذاری تقلب کوچولو نسخه های قدیمی بگو وارده مویا شفته و خواهی کرده و خندان لب و مست پیر هنچاک و غزل خان و سراحی در دست دست ته بله توانا بابا درکی دانا باباید که دل پیر برنا بابا فرد این هم حفظ نیستی؟ چرا؟ توانا بابا درکی دانا باباید زدانش دل پیر برنا باباید ده بده دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند ده بده بیا دیدی ای دل که غم عشق به گربارش میکرد بابا تو اصلا یارو نگاه هم نمی کردی دیگه خوشم نمیاد ازش نبود دیگه سلام بابا شیری یارو با بزغاله قرار 8 نفره از همون اولش معلومه دیگه محکوم به شکسته واقعا ازش عالی بود ازش عالی بود خدا رو شکر بچه‌ها شما قرار مرارتون گذاشتینا نه چیز شد قرار شد که حالا یک کم با هم معاشرت کنیم ببینیم چندیم دیگه شال مامان از شام چیزی مونده آره مادر اگه رستوران نبودی بابا
آقا خواستن کلاس بذارن مثل عروس خانم سال سفارش داد. آره مادر شام هست، توی یخچال گرم کن بخور. دست شما در نکنید، من میرم خودم. من خودم میام الان برات گرم کنم. یه لقمه بده. نه تو که سالاد نخور دیگه، نمیخوام. خب میرسن حالا باید غذا بخورم دیگه. مثل این که سرحال اومده ها. آره شکر خدا، ولی من همش نگرانم. چرا؟ دلم شور میزن. حالا اونایی که خودت نشون کرده بودی از کجا معلوم که خوب بودن؟ ول کن بابا، توکل به خدا بکن، چای تو بخور. توکل به خدا، شما هم چای تو بخور. سرد شد. اینجا سالاد واقعا خوردی؟ خب من سالاد خوردم، تو که سالاد نخوردی داری غذا میخوری. کم نمک فقط بزن. من خود درست نداری اینو. چرا من به کلی میگم کم نمک. ماشاءالله آقا داماد کاری شده، میکاش سیتر فرزان خانومه میدیده. اون پنلایی رو بردار، بیا که بعد این بعد ببری. تشت استاد. شنیدم سنگای سنگینی هم جلو پاتا گذاشتم. برای تو که بد نمیشه که کارخونه بزنم تو هم نونه تو روغنه بده؟ نه حتما. همه جواد موبایل داره زنگ میزنه. ببین کیه جواب بده. آف 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 اف آف او اه نه جواب نده، جواب نده، بده بده بابا این چیزه. ببین اف آف ام فرزانه دوست مینا. الو سلام علیکم، حال شما خوبه؟ سلامت بازبونش جان؟ ما؟ بله جدن؟ چش چش من همه هایی میکنم باشم، خیلی ممنونم. مرد سوی وسط مکالمه من باد میگیری، باد مال آخری شبه که میخواییم بریم. مگه الان نمیخوایی بریم شما؟ نه خیرم، ولی قرار آشنایی خانواده ها رو گذاشت. مبارکه مبارک. برو این بروشا رو بزن. میگم اینا جون کاش بچه ها رو میابردی، جاشون خیلی خالی. خیلی راست میگه، بچه ها باید زود میخوابیدن دیگه. مجده جون هم موند که پیششون تنها نباشه. آها مجده جون خواهر کوچیکشون. آها بله بله شنیدم جنابالی هم خودتون رو زود بازنشسته کردیم. بله با اجازه شما، یک کارگاه کوچولو داشتیم دیگه، تحویل آقای محمد جواد دادیم و آقای امیر خان. بله چه کار خوبی کردین، بهتر از یه جون کندنه که. دورت جون، البته خیلی هم بازنشسته نشدن ایشون. یه کارگاه کوچولو دارن، سازه های چوبی میسازن، خیلی زیبا. بله هنرمند هستن. بله نه برای سرگرمی خودم. نه نه فرمایید، اتفاقا مینا جون عکسای کاراتون رو به من نشون داده، بی نظیرن، عالی. ممنونم دخترم. حالا انشالله با هم بیشتر رفت آمد میکنیم، بیشتر آشنا میشیم. منم مشغول در واقع سرمو گرم کردم با خرید و فروش زمین و ملک و واقعا؟ امیر جان باباش هر کاری بود به ما و شما هیچ ربطی نداره. چشم نری یه وقت تو معامله باهاشون. چشم آقا جان، زمینای اطراف متر چنده؟ اینجا؟ بله اینجا که خیلی گرونه بابا جان. ببخشید گفتین زمینات کدوم منطقه‌ایه؟ ما نه منظورم اینه که کجا زمیناش مرغوب تره که بخیر ما. اسمتان چیه؟ امیر کوچک شماییم. امیر آقا چقدر پول داریم؟ آقا محمد جواد هم مثل پدرشون هنرمند هستن دیگه. بله بله. نه من تو کار ساخت مبل و اینام. فقط مبل؟ نه من بوفه میز تلویزیون. کاروبار خوبه انشالله دیگه درآمد و اینا خوبه. خدا روشون میگذره میگذره فقط.
کاسبی دیگه مثل سابق نیست. الان این کارگاه‌های بزرگ آمدن همه کارهای خوب رو دارن مقاپر. یه وقت ناله نکنی که کار نیست و از این حرف رو آدم باید مناعت تب داشته باشه. اینو یادت باشه همیشه. چشم. سربلندتان میکنم آقا جان. نکن. هیچ کاری نکن. چشم. سمعن و طاعتا. کار شما خوبه. به نظر ما تو این مملکت پول فقط تو دلالیه و بس. البته امیر آقا ما دلال نیستم. اینا که میبینن زمین های خودمونه که دارم بفروشم. بابا جان چیزه. البته میدونین که تولید اتفاقا خیلی مورد توجه تو این کشور. چرخ تولید نچرخه بیچاره میشن ملت. آقا ما خودمان تولید کننده ایم دیگه. هزار جور مصیبت ما تحمل میکنیم که 2000 پول بیه تو جیب ما. ولی شما یک تیکه زمین میخرید یک هو میره بالا. ای میره بالا ما یک مستقیم میم. به کسی مطلک نگه که نتونیم جمعش کنیم. ما نفهمیم مثل اون خواستگاری آقای نادری بود دیگه. یادته؟ چشم آقا جان اون امیر مرد. خیالتان راحت بشه آقا جان. البته کار ما این نبوده امیر آقا. ما مدیرعامل یه شرکت تولید لباس و پارچه و پس بعد یک عمر تجارت الان آمده سمت اگه اجازه بدید به بحث بچه ها برسیم و تکلیف ارتباطشون رو روشن کنیم. بله بله منم موافقم. خب بله بفرمایید. شما نظرتون رو بفرمایید ما سراپا گوشیم. به نظر من بچه ها باید دلال خوب با یک روانشناس مشاور مشورت کنن. بعد هر چی که خودشون تصمیم بگیرن همون کارو انجام بدن. روانشناس که خیلی عالیه. آره. منم موافقم. نه. فقط شما روانشناس کسی رو میشناسین؟ مشاور خوب؟ مادرم میشناسم. بله اتفاقا یه مشاور خیلی خوب میشناسم که کارشون هم خوبه. برای ازدواج مینا جان و امیر آقا هم بچه ها مراجعه کردن نتیجه خوبی داشت. به من و امیر که خیلی کمک کرد. راجع به ازدواج علمی حرف میزنیم. تصمیم گیری بعد از مشاوره. مثل خودم دیگه نه؟ کاش نمی آوردمش. چشم. سمعن و طاعتا. البته نگفته نماند ما اون زمان تصمیم گرفته بودم هیچ شکی هم نداشتم. امیر جان مسئله شک نیست. مسئله تصمیم درست گرفتن هست. تصمیم بهتر گرفتن. بهتر گرفتن. ظاهرا نتیجه خوبی هم داشته. بله. خب خیلی خوبه همین کار رو بکنین. بله. شما یه زحمت بکشید. برین یه مشاور خوب. صحبت کنین. نتیجه رو بعدم به ما اعلام کنید. چشم. ببینیم چی میشه دیگه. من خودم فردا میرم یک مشاور خوب. یه مشاور خوبی رو. وقت میگیرم حتما. بعد با شما هماهنگ میکنم زمانش رو که بریم. صمیمی نشی بری بغل باباش بشینی ها. چشم. سمعن و طاعتا. آقا اینجا شما بشینی. بشین. اه پسط خیابون این کارا چیه میکنی؟ بشین دیگه حالا میریم خونه. شما حالت خوبه؟ بشین مینا. بابا جان این روغندون دست درده. ولی بابا این با روغندون کارش را نمیفته. این کولر دیگه فوت کرده. چی میگی بابا جان؟ چی میگی؟ 10 ساله این موتور کار کرده. آخ نگفته. بده به من. بابا موتورشو من کار ندم ولی اینجا سوراخه. ببین محمد جواد این شاخه سوراخه. چرا این کارا رو میکنی تو؟ سقفی سوراخی دیگه. خب قربانیش میکنیم. این موتورش مثل چی داره کار میکنه؟ موتورش کار میکنه ولی اینا نکن. لواشک داره کنده میشه این قیرگونی.
آقا باشه چشم. بابا جان موافقی با این چیزه که گفتم؟ بله موافقم، پشتتم هستم. برو به چسب کار ببینم. باش. بودو بابا جان. ولی بابا این کولره بابا تو این کارای من دخالت نکن. برو دیگه. کاری داشتی صدام کن پس. برو دیگه. نگاه کن چی کار کرد. راست میگه هم. خب با برداشتی که من از صحبت‌های شما داشتم، شما هر دو لایق بهترین ازدواج و بهترین زندگی هستید. البته مشکل دارین شما؟ صندلی نیست یه ذره. بگم صندلی بیارم براتون؟ نه اینو دارم زیرم. بله عرض می‌کردم. با توجه به شرایطی که من خدمتتون میگم، اونم اینی که بهترینی که شما یه مدتی با هم در ارتباط اجتماعی باشید. بله. زیر نظر خانواده هاتون تا به یک شناخت کافی از هم برسید. لا افتاده بود. ممنون. معمولاً اینم کنترل فکر کنم. بله داشتم میگفتم. بله. تا به یک شناخت کافی از هم برسید و بعد تصمیم قطعی رو بگیرید. درست. اینم بود. ببخشی شما به همه مراجعینتون همین پیشنهادو میدین؟ نه من بنا به شرایط مراجعین که اینجا تشریف میارن شرایطو بهشون میگم که حالا چی کار کنن، چه اتفاقی میفته براشون. پس شما درد نکنه شما اتفاقا. که با پیشنهاد من مشکلی ندارید؟ نه هر چی که شما بگید حتما به صلاح. یه دقیقه خواهش این زیرم حتما چیزی افتاده. اگه ناراحتین بگید صندلی دیگه بیارم. نه اینا هم افتاده بود. چه خوب که اینو پیدا کردیم. ممنونم مرسی. بله اون چی هست؟ این مهر دفتره. بله مرسی چقدر دنبالش میگشتم. بفهم. خب لای اینا خیلی میفته. چیزای گم میشه. بله ما همینطوری همیشه. پس در امان خدا باشید. خیلی ممنون. البته وسط منم بی خبر نذارید. چشم. بله بفرمایید فرزین خانم. شما یه لحظه بیرون تشریف داشته باشید من الان میام. جدا؟ بله. چشم. خصوصیه. میزم ببخشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. جا به جا شده. جانم از نه این چیز میزم سطل آشخان. میدونی من یه چیزی رو نگفتم ولی برام مهمه که نظر شما رو بدونم. من جز ایشون یه خواستگار دیگه هم دارم، در مورد اونم مرددم. یعنی الان هر جفتشون برای من حکم یه خواستگار رو دارن. من یه ایدئالایی تو ذهنم دارم که اگه فراهم نشه اصلا ازدواج نمی کنم. جلسه خوبی بود. بله به نظر منم جلسه خوبی بود. فقط همش من فکر میکردم هر حرفی داریم و جلوی هم دیگه باید بگیم دیگه. نه خب آخه یه موضوعی بودش که من باید تنهایی مطرحش میکردم. ناراحت شدی؟ نه اصلا. این چیه؟ این فرمونه. فرمون من بر میدارم که امنیت داشته باشه ماشینم رو ندزدن. شما هم برداری اگه میشه فرمون رو برده دیگه ماشین رو نمیدزدن. بله من امیدوارم که همونطور که خانم دکتر گفت بتونیم بیشتر معاشرت داشته باشیم با هم دیگه همو بشناسیم. باشه. امروز بعد از ظهر وقتتون آزاده؟ بله من وقتم آزاده امروز بعد از ظهر. خب میتونیم بریم یه کافه جایی بشینیم گپ بزنیم. جدن؟ بله من در خدمت شما. من چیز خبر بدید هر جا بگید من خودم میرسونم. بله حتما. بله. انتخاب نمی کنی؟ برا فقط میخواستم میگم اینا خوراکیاشون هم مثل همینجا همه چیشون قشنگ و خوشمزه است. خوشمزه است. من زیاد میام اینجا. آها این انگلیسی نوشته. سلام حالتون خوبه؟ متشکرم. من خواهش میکنم این چیه؟ این پرپل رین این ماکتل سرده ترکیب انار و سیروپ گراندان درست شده. برای گارنیشش هم از گری فروت و دراگون استفاده کردیم. دراگون من چایی علی حتما. چه نوع چایی باشه؟ چای هم آپشنال. همین پرپل رین بسیار عالی. بله چکرم. برای من همون قهوه همیشگی. حتما. جدن؟ شما من این همیشگی رو شنیده بودم ولی از نزدیک ندیده بودم. من اینجا زیاد میام آخه. مشتری ثابتید. هوا رو دیدی؟
یه هویی سرد میشه، یه هویی گرم میشه، آدم کولر باید بزنه، بخاری روشن کنه. بهاره دیگه. بهاره، بله. فصل بهار. همینجوری. میدونید من این قرار اولمونه، خیلی برام مهمه که اولین قرار دو نفره ما دوتاست. خیلی دوست دارم که همه چیش یادم بمونه. واقعیتش من امروز باهاتون قرار گذاشتم تا در مورد یه موضوع مهمی باهاتون حرف بزنم، همون که به مشاور گفتم. بله بله، من سراپا گوشم، من در خدمتم. واقعیتش میدونید هر آدمی برای خودش یه سری ایدئال هایی داره. من با رفت و آمد و معاشرت و اینا اصلا مشکلی ندارم، ولی خب اون ایدئال های ذهنم اگه فراهم نشه، شما بر من حکم یه خواستگار معمولی رو دارید. ببینید من هر چی که در توانم داشته باشم میذارم که اتفاق خوبی بیفته دیگه. بله آخه شاید همه چیز رو توان آدم بله. نباشه. اینا بفرمایید. ببخشید ما وسط کافه شما نشستیم، ولی شماره میزمون یک چجوری؟ آره شماره یک توی کافه ما از وسط شروع میشه و به طرفین زیاد میشه. متشکرم. متشکرم. ممنونم. منم نیست. مجبور نیستین قبول کنید. نه ببینید من مرد جا زدن نیستم. من هر کاری که از دستم برمیاد انجام میدم تا شما به خواسته هاتون برسید. صحبت یه عمر زندگیه دیگه. چقدر خوب که اینطوری فکر میکنید. خانوادگی. حالا این ایدئالاتون چی هست؟ میدونید من دوست دارم همسر آینده‌ام علاوه مالی تأمین باشه، یعنی اینکه همه چیز داشته باشه. خب این که به مرور اتفاق میفته دیگه. نه نه دیگه، من دوست ندارم توی پیریم پولدار بشم. دوست دارم از ابتدای زندگی مشترکم همه چیز فراهم باشه. تازه در غیر این صورت هم همسرم هم یه جایگاه ویژه‌ای داشته باشه. این جایگاه ویژه رو نفهمیدم، میشه توضیح بدین؟ یعنی نه اینکه فقط پولدار باشه، واسه خودش یه آدم درجه یک و موفقی هم باشه. همین خود شما یک کارگاه کوچیک مبسازی داری؟ نه چی کوچیکم نیست، 138 متر با مشاعاتش و اینا. نه دیگه، من دوست دارم شما یک کارخونه بزرگ داشته باشی. اوه کارخونه. البته میدونم که خیلی سخته، ولی خب باور کنید که تا اینا فراهم نشه من ازدواج نمی کنم. البته تو مسیرش هم که قرار بگیرید نزدیک بهش بشین قبوله، ولی در غیر این صورت همون یه خواستگار ساده این مثل ما بقی. شما مگه غیر من خواستگار دیگه ای هم دارین؟ خب من که خواستگار زیاد دارم. من هم خواستگار دارم. خواستگار؟ میرم، خواستگاری رفت. زیاد رفتید؟ مادرم میره. اونی که مثل شما مصر باشه یه نفر دیگه هم هست.
سوراخ سوراخ کردی مجده. من میگم یه بند ببند، هر روز با دو تا گیری اینا رو وصل کن. نه اونجوری زشت میشه، اون کار فرهنگی. کاری تموم شد بابا. بله بله، کار فرهنگی نظم انضباط میخواد. چی کار کنم خواهد خب ببخشید، هر کاری بگی انجام میدم براش، یه دخترم خوشحال بشه. خب خب حرف بزن. میگم شروع کن بخون. خب بگو شروع کن دیگه بابا. شب چون بودی، روز چون خواستی، ز پیکار دل هر چه آراستی، ز کف بفکنین گرز و شمشیر و کین، بزن چنگ بیداد را بر زمین، نشینیم هر دو به رامش به هم، به می تازه داریم روی دژم، به پیش جهاندار پیمان کنیم، دل از جنگ جستن پشیمان کنیم، بمان تا کس دیگر آید به رزم، تو با من بساز و بیا رای بزم، دل من همی بر تو مهر آورد، همی آب شرمم به چهره آورد، ز نام تو کردم بسی جستجوی، نگفتند نامت تو با من بگوی، ز من نام پنهان نباید کرد، چو گشتی تو با من کنون هم نبرد، مگر پور دستان سام یلی، که از آن پهلوان رستم زابلی. چیه بابا؟ کات، عالی شد بابا. خیلی عالی شد، من داشتم کیف میکردم. اما بیشتر از یه دقیقه شد. اشکال نداره، خودم چیز میکنم، درستش میکنم زن. بسیار خوب. خوبه؟ خیلی، ویدیو قبلیتون 1200 تا دیدم. خون بابا دیگه. بابا خیلی خوبه دیگه، 1200 تا میدونی یعنی چقدر؟ یعنی از یه سینمان بیشتر. بابای من، بابای من، من برای دلم میخونم. باشه، ولی من میخوام اندازه استادیوم آزادی ببینن. باز شروع کرد، باز شروع کرد. خیلیه دیگه. بابا جان. جان. من الان خستمه. بلاشو یه چای بردارم. یه دونه دیگه بدم. نخه، نخه. آقا، چای آماده است. نه، چای آماده است. راه بیا به دل بچم دیگه. ای. منو همینطوری داره میچرخونه. آقا شما برای وقت آدم ارزش قائل نیستی ها. ای. خجالت بکشی که این ما رو سر میده اونی شما. آقا صدا تو بیا پایین. آقا شما تو نوبت نیستی که ما هم تو نوبت ما. نمیخوام آقا صدا هم نمیارم پایین تا شما کار من را بندازی دیگه. بیا بریم، بیا بریم کجا بریم. نه ما بیام جامو میگیرن. نمیخوام آقا، من بیام جامو میگیرن. آقا اصلا تا من جواب نگیرم بیام جا نمیرم. چی آدم سمجی ببرو دیگه. چیه؟ این سایت برای چیه؟ مجوز صادر بشه بده نام میکنن دیگه، اونجا رو برو نگاه کن. آقا که بلد نیستی با سایت کار کنی، یکی رو برس بلد باشی کار کنه، حضوری می وقت همه رو میگیری. ندارم اینجا اتفاقای بدی برات بیفته. آقا شما تا سربازی رفتی اصلا؟ دیگه سربازی رفتی؟ نه اصلا سربازی نرفتی که بهت مجوز نمیدن که اشتباه واسادی شما اینجا. بعد من 10 بار خودم سایت چک کردم، 8 روز پیش بعد صادر میشد انو صادر نشده. آقا 8 روز پیش. بله بیا بریم، من یه بار دیگه خودم چک کردم. با تو که اصلا اینجا نمیدونم، میگم خودم چک کردم، 7 بار چک کردم دیگه. خودت داده من اون کد، اون برگه کد رهگیری تو بده من. چش چش بفهم. این کد که اصلا اشتباهه. جدا؟ ما اصلا همچی کدی با همچین شماره‌ای که بخواد شروع بشه نداریم. میگه میشه. حالا که شده. تو هم سکوت کن. شما هم سربازی نرفتی نه؟ ما واسه بابام میخوام. خدا حفظ بابات، یه ذره تو تربیتت کوتاهی کرده. بذار ببینم. شما کد اشتباه نوشتی، جای 3-2 نوشتی. جدا؟ بفرما. شما مجوز صادر شده. بیا نگاه، تازه اشتباه هم از خودت بوده، قصد سر صدا اینجا رو انداختی. سکوت کن. 8 روز پیش صادر شده. بعد اون وقت سر اشتباه خودت سر من داد میزنی. برو آقا نفر بعدی بگو بیاد. اون نیست که. بازم خودم بشم. آقا برو برو برو. من واقعا از شما مدد میخوام. من اینجا میخواستم از این اتفاقا نیفته، اما مجبورم. سکوت کن. آقا 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 سایت رو چک کنید. برو برو
آقا بفرمایید. معذرت میخوام آقا، ببخشید. نیس جان، جان مادر دمی سربازی ما رو یه کار میکنی؟ نه جان ما، این تنده میره، تو رو خدا. نه، نمیشه. شنای ماشین من دست میزنی؟ شنای ماشینم عزیز من، این که توی که دوست داره که دست برغازمونم یه آهنگو خیلی دوست داره دلیل نمیشه من روزی 100,000 بار این آهنگو گوش کنم. خیلی آدم ناجوری هستی، یادم باشه دیگه مسائل خصوصیمو بهت نگم. مسائل خصوصی چه شلوغش میکنی؟ عزیز من باور کن من انقدر این آهنگو گوش کردم میتونم برم تو استادیوم آزادی جلو 100,000 نفر این آهنگو اجرا کنم. آفرین، برو اجرا کن. باور کن خود اون خانم انقدر که تو این آهنگو گوش دادی گوش نداد. چرا انقدر گاز میدی، ترمز میگیری، فاصلت رو رعایت کن بابا. میخوام زودتر برسیم به بانک نبنده. خب نرسیدیم فردا میریم میگیم. نه دیگه فردا چی میرم؟ بابا باید وامو بگیریم، دو تا دستگاه استوک پیدا کردم ارزون، باید سریعتر بخریم وامو رو بگیریم بخریم، همه چی داره گرون میشه. میخوام بدونم با این مجوز دیگه چه بهونه‌ای دارن که وام ندن. دیگه هیچ بهونه‌ای ندارن. ما میریم اونجا میگیم سلام اومدیم وام بگیریم، اینم مجوزمون. اونا وام میگن تقدیم میکنم، میگن بفرمایید. فقط نریم اونجا دعوا مرافعه راه بندازی. ببین نری مغلطه کنی اونجا، مراقب باشا آقا، اونجا بانک هنه، آدم حسابی هنه. خیلی آدم وقیلی هستی، من میخواستم همینه اینا رو به تو بگم. آدمی الان به خاطر مادر بزرگ خدا بیامرز من بود که شیرینی بردیم گردکاری چه اصلاح کنیم. بله من اشتباهاتم رو گردن میگیرم، من اشتباه میکنم گردن، شما من میکنم. این که گردن میگیری راضی هم ازت، مراقب باش. اذیت میکنی ها. خب بیا شما بشین رانندگی. نه آقا جون نمیخوام. نه جدی میگم، بیا شما رانندگی. من مسخره شده رو بردی دیگه. مرد حسابی شما گفتی برو مجوز بگیر، مجوز بگیر، مجوز گرفتم میگی وام شامل حال ما نمیشه. آقای محترم من خدمتتون عرض کردم با توجه به قانون جدید وام شامل حال شما نمیشه. آقا قانون گفته که شما کار با لبخند، با لبخند، با آرامش، با آرامش. قانون گفته که شما کار مردم رو راه نندازین ها. آقا کار شما تو این بانک راه افتاده؟ بله راه افتاده. جدا کار شما را افتاده تو این بانک؟ بله آقا. دنبال زیر بغل مار می‌گردی، اینا همه با هم. آقا یعنی چی؟ کار همه را افتاده، برای چی کار ما را نمی‌افته؟ آقا مگه متوجه نمی‌شین؟ میگم طبق قانون به شما وام تعلق نمی‌گیره. بفرمایید بیرون آقا، مزاحم نشید. بفرمایید. اصلا تو چیکاره؟ شما صداتو بیار پایین. آقا رئیس بانک کجاست؟ رئیس بانک میگم کجاست؟ بفرمایید بیرون. آقا شما کار را افتاده تو این بانک؟ ایشون رئیس شعبه. به شما مربوطه، از شما نپرسید. رئیس سلام، حال شما خوبه؟ چه خبر آقای رحمتی؟ ببخشید آقای رئیس، ولی هر چی من به این آقا توضیح میدم انگار متوجه نمیشن. اشکال نداره آقا، بفرمایید تو اتاق من خودم در خدمتم. بفرمایید. خیلی ممنون، دست شما داره. همه با جا کار عمل رو انداخت. بفرمایید خراب. بفرمایید آقا، می‌خوایم با جای ما رو عوض کنیم. چه چه آدمایی افتادیم به خدا، می‌بینی آقا ما چند ماه داریم میریم، بهمون گفتن بریم مجوز بگیرید، الان رفتیم مجوز گرفتیم. بیا عزیز من، تا قبل از اینکه شما مجوزتو بگیری کارمند ما نمیدونسته شما چه مجوزی میگیری که طبق همون بهت وام بده. که ببین اصلا بهت وام تعلق میگیره نمیگیره. یعنی الان به ما وام نمیدی؟ خیر. جدا؟ بله. با این شرایط و با این مجوزی که شما دارید اگرم وام بهتون تعلق بگیره خیلی ناچیزه، به درد راه اندازی اون کارخونتون نمیخوره آقا. آقا ما رو این وام حساب کرده بودیم. خب اشتباه کرده بودین، بهتره برید دنبال چه جای دیگه بگردین آقا. بفرمایید. ما این همه رفتیم اومدیم، اینجوری که نمیشه بی هیچی. عزیز من مسئول رفت و آمد شما که من نیستم که. بیا بریم آقا جون، بیا بریم. مسئول رفت و آمد شما من نیستم. بیا آقا، این قیافش پیداست با ما نمیده، این اهل پارتی بازیه. چی؟ خجالت بکش آقا، هرچی من هیچی نمیگم، شما هرچی دهنت میرسه به من میگی. بگو آقا هرچی دلت میخواد. اصلا آقای سرحدی. سرحدی کیه؟ نگهبان دمه در. آقای سرحدی. آقا اخوی زاده است. آقای سرحدی آقا. آقا نه من داشتم میومدم، تو اینجاشو خوندم، اخوی زاده است. اینجاشو خوندی؟ از نمیدونه کی براش کار میکنه. آقای سرحدی. آقای اخوی زاده. آقای سرحدی. آقای اخوی زاده است. بیا. محمد اخوی زاده. شما شیفت تو عوض میکنی با آقای سرحدی نباید به من بگی؟
دوستانو هدایت کن تا بیرون. نمیدونه کی براش کار میکنه، وام میده. راهنمای اجازه آقای اخوی زاده. لبخم میزدی بهتر بودی ها. نه آقا چه خبره؟ آقا شما میدونی اسم نگهبان بانکتون چیه؟ آقای سرحدی فکر کنم. مرد حسابی، تو نگهبان بانکو نمیشناسی، بعد به ما وام نمیدی. من برای بانکتون و تو واقعا متاسفم، فهمیدی؟ برید آقا، برید بذاری من به کارم برسم. بیا آقا، بیا. تو میدونی کسی که اینجوری ناامید میفرستیش از این در بیرون چه بلایی سرش میاد؟ یعنی یه تبصره نبود که وام به ما بدی؟ عزیز من، ولشون کنی، ماده تبصره برای پک فامیلای خودشون. حد خودتو بدون آقا. مثلا نه حرف زنم شو بفهم. آقا سرحدی، سرحدی آقا، یکی دیگر نگاه کن، تو اصلا لایق این بانک و این شغل نیستی. برسی چه بخوره؟ تو از چی میگی؟ فیلم نگی؟ فیلم نگی؟ فیلم نگی؟ ببین بچه تیز و بازی مردم میشی؟ ببین شما باز بده دارن؟ تو کجایی مردم هست؟ بیا نباید این حرفا رو میزدم گردی بابا، بالاخره که باید این حرفا رو بهشون بزنی. بابا منم آدمم، عصبانی میشم دیگه، اونم یه کارمند ساده بیشتر نه؟ آدمی بابا، آبرو هم قاطی کردی دیگه، میگم برای که حال احوالمون عوض بشه بیا بریم یه رستوران شیک، یه غذای توپول بخوریم، تو هم شیرینی مجلس تو بدی. بله چون من بدم شریکی ما عزیز من، مجوز به نام توه دیگه، وام جور شد شیرینیش با من، شیرینی مجوزم با تو. تو دیگه کی هستی؟ من چاکرتم، برو دیر گشنمه. ولی هنوز به فکر یارو هم او ویل کن بابا، اون تا حالا خودش هم یادش رفته. نه آخه قلبش هم یه جوری بود، قرص اینا میخورد. نه اوه من موندم تو با این قلب رعوفه، چرا هی با آدم قاطی میکنی؟ قربونت دارم. آدم هم دیگه. بله آدمی. بگو فرمونو برنامه داری چقدر دوست دارم. حساب میکنی یا بردارم؟ آدم باش. مهمون تو یا بردارم؟ آدم باش. بردارم. بذار سر جام حساب میکنی؟ آقا غلط کردم، حساب میکنم. آدم باش. کجا برم؟ بوری ساندویچی چیزی. ساندویچم خوبه، تو حساب کنی خوبه.